همراهان همیشه گیگیلی ما سلام. بیشتر ما از کودکی رویاهامونو روی کاغذ میاریم و اینطوری فانتزی های ذهنمونو به تصویر میکشیم. هنری که راجع بهش میخوام براتون صحبت کنم تکنیکی از مجسمه سازیه، یا بهتر بگم رویا سازیه، خیال سازیه. همون رویاها و تصورات خیالی که میتونن از دل کاغذ بیرون بیان و حجم داشته باشن و به نظر من جون بگیرن و سالیان طولانی و حتی برای نسل‌های بعدی بمونم بدون اینکه شکسته بشن. پاپیه ماشه یک کلمه فرانسویه. در زمانهای خیلی دور هنرمندان اروپایی با استفاده از این تکنیک مجسمه‌های کوچیک درست می‌کردن. معنی فارسیش کاغذ فشرده یا مچاله شده است. در ایران و در دوران صفوی هنرمندانی از قزوین و اصفهان با این روش کاغذهای دستساز و قلمدانهای زیبا با نقوش زینتی می ساختن. بعدها این هنر به دست فراموشی سپرده شد و شاید علت این که نسبت به سایر هنرهای تجسمی و صنایع دستی کمتر شناخته شده همین باشه. اما طی چند سال اخیر هنرمندان زیادی از سراسر دنیا به این هنر علاقه‌مند شدن و تنوع محصولاتی که با پاپیه‌ماشه ساخته میشه به قدری زیاده که با هیچ هنر دیگه‌ای قابل قیاس نیست. مواد اولیه به کار گرفته شده این حرفه همیشه و به وفور در اطرافمون وجود دارن. از هر چیزی که به نظرمون دوریز هستن و زباله خشک محسوب میشن تا روزنامه باطله و شونه تخم مرغ و کارتون و جعبه‌های مقوایی. پس هزینه زیادی صرف این محصولات نمیشه. اما این موضوع چیزی از ارزش هنری دستسازهای پاپیه‌ماشه کم نمیکنه. به این دلیل که زمان زیادی برای ساختنشون صرف شده و با نقش و نگاری که توسط هنرمند روی کار کشیده شده در نهایت یک اثر هنری ارزشمند خلق میشه. شما اگر دوست دارید توی دکور خونه یا محل کارتون یک اثر هنری منحصر به فرد داشته باشید یا علاقه‌مند به یادگیری این هنر هستید که بدون شک کسب و کار و حرفه جذابیه، همچنان در روزهای آینده همراه گیلیمو باشید.